بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان موافق، این اصل از اصولی است که در پیشنویس قبلی نبود و گروه ما این اصل را افزودند و در بعضی از پیشنهادها هم آمده بود. درباره اینکه باید مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران را معین کرد، برای تحکیم وحدت است که فردا از هر گوشه ای صدایی بلند نشود و اگر یک موقع هم مصلحت شد ببرن در یک آب و هوای بهتر یا ییلاقی و قشلاقی کنن، مثلا زمستان ببرن همدان و تابستان بیارن قم، با یه رفراندوم این کار حله. این راجبین. و اما راجب مبدأ تاریخ. آقا اون بحثیست، آقا فقط روی مرکز تهران بحثه، اونا که مورد بحثیست هستن. بفرمایید. متشکر. آقای عزودی به عنوان مخالف. مردم میگن ایشون بدسلیقه است. بسم الله الرحمن الرحیم. البته آقای دکتر بهشتی فرمودن مخالف، من فقط با همین قسمت اول مخالف هم. همون فقط راجب مرکز، راجب بقیه نیست. ملاحظه فرمایید، رژیم گذشته برای اینکه بتونه کنترل بکنه یک سیستم خطرناک تمرکز رو پیاده کرده بود. برای همون شما میبینید تهران به صورت یک قطب سیاسی اقتصادی در اومده و زندگی شهری به مرحله بسیار خطرناکی رسیده از نظر آلودگی هوا، آلودگی صدا. به طور کلی اگر بخواهیم ما مرکز حکومت رو دوباره تهران تعیین بکنیم، خود به خود این تمرکز تا حدودی به وجود میاد و زندگی ساکنان تهران رو خطرناک میکنه. ما بهتر همونجوری که جناب دکتر بهشتی پیشنهاد کردن دست قوه مقننه رو باز بذاریم، که البته در شاید فعلی عملی نیست، اینو میدونم، که ما بیاییم بگیم مثلا همونجور که پیشنهاد کردن همدان، ولی همدان بالقوه میتونه مرکز حکومت ایران باشه، یا فرضاً شهر خودم رشت، اینها بالقوه میتونن مرکز باشن. اگر بالفعل، اگر قرار نبود به اینکه آیان قرار نبود به اینکه آیون بی نوبت صحبت کنن، مخصوصا آقای یزدی تعهد کردن که دیگه در اصل ایشان قرار شد روی مرکزیت صحبت کنن. ایشون هم رو مرکز نه روی مرکز. وقتی آقا استدلال غلط رو باید شما با نوبت بیاید جواب جناب آقای یزدی بفرمایید، با فرد صحبت نکنید. وقتی که ما مرکز حکومت رو قرار میدیم، خود به خود از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی تمرکز به وجود خواهد اومد تا حدودی. الان شما ملاحظه فرمایید، ببینید هر کارخونه‌ای در هر نقطه‌ای از کشور هست یه دفتر مرکزی در تهران داره، هر دانشگاهی در هر جایی هست یه دفتر مرکزی در تهران داره، و این مشکلات رو شما با قرار دادن مرکز اگر اضافه نکنید لااقل نخواهید کاست. خب آقای عزودی، اگر بحث اضافه ای نیست تمامش کنیم. متشکر. آقای بنی صدر موافقید یا مخالف؟ پس شما بعد از نه بفرمایید که موافق بعد از شما صحبت کنم. موافق صحبت کنم، بنده بعد از ایشون. نه معمولا صحیح باشه. بعدش نخه، بعدش این است که مخالف آخرین نفر حرف میزنه. موافقید شما؟ اجازه بدید که اینجا از آقای منتظری؟ من مخالف. مخالف. آقای مشکینی؟ من یه سوال دارم. موافقید یا مخالفید یا سوال؟ سوال. بله. سوال نه، که شورای رهبری آیا داخل دولت است یا خارج؟ هیچ ربطی به اینجا داره. میخواد بگم اگه داخله پس بنابراین پولم حساب میشه. میدونم یعنی چی؟ یعنی اونم باید جاش اینجا باشه میگی؟ جاش جداست. بله. بسیار. آقای مکارم چی؟ موافق. بفرمایید. بعد از ایشون یک مخالف صحبت میکنه و رأی میگیریم. آقای ایشون نوبتشون ننوشتن، میخواستن بیان همینطور، گفتم
ایشون اصلا اسمشون اینجا نیست آقا، همینطور شفاهن گفتن. بفرمایید آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده طرفدار این بودم که این اصل بحثی ندارد و زودتری رأی گرفته بشه، اما چون دیدم بعضی از آقایون به عنوان مخالف صحبت کردن، ناچار شدم چند جمله کوتاه به عنوان موافق عرض کنم و دو مطلب رو در اینجا عرض می‌کنم. اول اینکه ما اگر به تاریخ گذشته ایران مراجعه کنیم، می‌بینیم این نقل و انتقال پایتخت به لسان اون روز و زبان اون روز و مرکز حکومت به تعبیر امروز، این نقل و انتقال چه درد سرهایی ایجاد کرد. هر سلسله سر کار می آمد مرکز مملکت رو تغییر می داد و این باعث مشکلات فراوانی می شد و درد سرها. به خاطر اینکه پرهیز از این مسئله بشود و همچنین وحدت ملی ما که اشاره کردن محکمتر بشود، گفتن پایتخت هیچ ضرری ندارد و منافعی هم دارد. تنها اشکالی ببخشید مرکز تنها اشکالی که هست دو جمله است. یکی فرمودن تولید تمرکز میکنه، مگر اگر منتقل به اصفهان و قم و همدان بشود تولید تمرکز نمیکنه؟ تمرکز خاصیت مرکز مملکته و تازه باید نشست کاری نکرد که تمام کارهای مملکت در مرکز جمع بشه. اون یه مسئله جداست. اگر تهرانم مرکز باشد باید با تمرکز همه کارها مبارزه کرد، یعنی کاری کنیم که همه کارها متمرکز اینجا نشود، به عنوان مرکز حکومت باشه نه مرکز تمام زندگی مردم تا این اشکالات تولید بشود. و همچنین اینکه فرمودن شاید مصلحت ایجاب بکند، فرض کردیم قانون اساسی بازه، چنان نیست که نشود تغییرات ایجاد کرد، فقط به عنوان محکمکاری و حفظ وحدت ملی و جلوگیری از ضایعاتی که بر اثر تغییر مرکز، چون تغییر مرکز خیلی ضایعات دارد و به این آسانی هم نمیشه تغییر مرکز داد مگر در یه ضرورت هایی، و به این دلایل بنده موافقم بودن این هیچ اشکالی نداره، منافعی هم دارد. آقای بنی سعد به عنوان آخرین نفر بعد اعلام رأی، یعنی رأی با دست. من اسمم دیگه یاد ندارم چهار نفر تو باید من چهارم بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم سابق که پایتخت رو معین می‌کردن و جا به جا می‌کردن، برای تعیین پایتخت هر سلسله یک عواملی رو در نظر می‌گرفت. اون عوامل یکی این بود که به مرکز ایل حاکم یا اتحادیه ایل‌های حاکم نزدیک باشه. دوم این که از نظر راه‌ها دولت مرکزی بتوانه بر تمام مناطق تحت کنترلش سیطره داشته باشه. سوم این که بتوانه در مواقع خطر جنگ به سرعت این مرکز رو تغییر بده و در اطراف مراکز دیگه‌ای باشه که بتوانه به اونجا منتقل بشه. چهارم، مخصوصا این چهارم، این که خود اون پایتخت و اطرافش بتونه خرج اون دولت رو بده. شما اگر در پایتخت‌های قدیمی ملاحظه بکنید، مثلا پایتخت عباسی و قبل از اونها پایتخت ساسانی و قبل از اونها پایتخت سروکی، همینجوری برو تا بالا، این منطقه سواد بوده که خوزستان تا میره از اونجا به مدیترانه، و در دولت عباسی تمام هزینه دولت عباسی رو همین منطقه میداده، بقیه قلمروی خلافت درآمدهاشو میرفته به حساب خزانه به اصطلاح. بنابراین حالا ما آمدیم یه پایتختی درست کردیم که هیچ کدوم مشخصات رو نداره. اولا خودش خرج خودشه که نمیده هیچی، تنها تهران 44% مصرف ایران رو میکنه و
و شما بخواید این تهران رو به همین صورت نگه دارید، غیر ممکنه بتونید ایران رو از بحران اقتصادی بیرون ببرید. باید هر چه پول نفت در میاد خرج این تهران بکنید. حالا آمدید میگید که این را اجبارا بیاریم در قانون اساسی. اتفاقا وحدت ملی گاهی ایجاب میکنه که دولت مرکزی قدم رنجه فرموده یکی دو ماه در شهرهای دیگر هم اقامت بکنه، و بنابراین چه ضرورت داره که ما بیاریم این رو در قانون اساسی و تهران رو همچنان به صورت سرطان نگه بدانیم بندازیم به جان ایران؟ این تهران بخوره ایران رو تمام کنه بره دنبال کارش. عقیده من این است که حالا که عملا تهرانه، ما هم که الان وسیله انتقالش نداریم، از پیش دست آینده اینکه میفرمایید قانون اساسی هم قابل تغییره، بله خب اینجوری که عجب با این شلوبری هم که نیست که هر دقیقه ما جمع بشیم و بگیم حالا میخوایم ماده قانون اساسی اصل قانون اساسی راجع به پایتخت عوض کنیم. بهتر این کار رو بگذاریم به هم عهده همون قوه مقننه به اون ترتیبی که در قانون اساسی خواهد آمد. اگر ضرورت ایجاب نکرد که سر جاش پایتخته، اگر ایجاب کرد دیگه دوباره مجلس خبرگان لازم نباشه برای تغییری نست. خوب. یکی از آیون هم نوشته است که در موارد جنگ لازم می شود که تصمیم به تغییر پایتخت گرفت، و شما وقتی این را آوردید تو قانون اساسی همچی کاری هم نمیشه کرد. خوب آقا، موافقین با این که این مسئله تعیین مرکز حکومت در قانون اساسی بیاد و این که گفته بشه مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران تهران است، دست بلند کنن. آقا جان سوال میکردم، رأی نیاوردیم. آقا اجازه بدید، این رأی نمیاره، حذفش میکنیم. اصل 23 دنبالش دارم میخونم. آقا دنبالشه مبدأ، عنایت بفرمایید، مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. تا اینجا موافقین دست بلند کنن. و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است. تا اینجا باز موافقین دست بلند کنن. ولی مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. موافقین؟ بسیار خوب. فقط یک اضافه اینجا پیشنهاد شده که و روز جمعه تعطیل رسمی است. موافقین با این پیشنهاد؟ نه من باید بگم دفاع نمیخواد. نه چرا؟ بگم چرا؟ من حرفم بزنم. آقا من باید بگم. بسیار خوب بفرمایید. پیشنهاد مال منو باید بگم. بفرمایید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. این که ما میگیم تعطیل رسمی برای اینکه این تاریخو که شما نوشته در قانون اساسی سابق چه نبود، بعد دیدید که یه اجازه بدید، دیدید یه محمد رضا شاهی پیدا شد، یه محمد رضایی آمد تاریخ ایرانو تغییر داد، حالا اون مجبور شد تاریخو در قانون اساسی ذکر بکنی. این فردا یه وقت یه رئیس جمهور غرب زده ای پیدا میشه و میاد مجلس شورای ملی رو وادار میکنه که چون یک شنبه تعطیل رسمی است در همه دنیا، کشور ترکیه مثلا که غرب زده است یک شنبه تعطیله، ما میخوایم ایران را همون یک شنبه تعطیل بکنیم مثل کشورهای غربی، در صورتی که ما جمعه تعطیل رسمی اسلامی مونه. بنابراین باید در تاریخ در قانون اساسی بیاد که یه آدم رئیس جمهور غرب زده فردا به زور مجلس نیا تاریخو تغییر بده. شما مخالف میخواید صحبت کنید، بفرمایید. اگر یک نفر رئیس جمهور خارجی بیاد مسلط بشه در ایران، تمام این قانون اساسی مسلط، خارجی نه، غرب زده. متشکرم. اجازه بدید. سنانی قانون اساسی چه تاریخ اجازه بدید؟ بسیار خوب. موافقی؟ چی آقای بنزی؟ چی؟ شما وقتی گفتید رسمی است، پس فردا هر کس دکانشو باز کرد روز جمعه میرن یقش میچسبن که شما چرا باز کردید؟ نه ثانیاً آقا دولتی مینویسن، اونا که عوض میکنن کل تاریخ رو عوض میکنن در این تاریخ چیزی ما نمیشه یک شنبه رو برداری به هجری بس کنی.
اون تاریخ رو که عوض کردن جمعه رو میشه کرد. نه 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 به هم مربوط قابل تغییر آقای بنی صدر همینجا در ایران میخواستن بدون اینکه تاریخ رو عوض کنن قبلا در ایران میخواستن بکنن. آقا این به جای اجازه بدید برای پرهیز از این می نویسن روز جمعه تعطیل رسمی دولتی است که معلوم بشه. منتظر الله روز جمعه که آیه قرآنه توی سوره جمعه است که روز جمعه اصلا به کسب و کار برن مردم این چطور تعطیل باشه؟ تعطیل رسمی دولتی. تعطیل دولتی. دولتی یعنی چه؟ دولت هم یه شنبه نشه. آقا آیه بحث نکنید. خیلی خوبه. تغییر داده بود جمعه را موافقین آقای حجتی درست کردیم. آقای حجتی موافقین با این روز جمعه تعطیل رسمی دولتی است دست بلند کنن. رأی دارا دست پایین خیلی کم. بسیار خوب. بنابراین این اصل رو با این صورت به ورقه رأی میگیرن. میخونم من. آه. را ممکن است این تاریخ هجری و اینها که مورد قبول همه است اونم از نظر رأی می‌خواد. اینم آقا رأی آورد. رأی آورد. اگر همه را یه جا بخواید رأی ورقه‌ای بگیرید. اصلاً آقا این ذیلش هم رأی آورد. ذیلش هم رأی آورد. آقا دولتی که چیزی رو خراب نمی‌کنه. ضرری که نمی‌زنه، چیزی که ضرر نمی‌ذاره بذارید باشه. آقای مکارم چی؟ باید ریشه اسلامی مسئله رو بررسی کنیم قبل از هر چیز. بعد می‌خوام ببینیم جمعه تعطیل بودن اونم از صبح تا غروب ریشه اسلامی داره؟ نه این نداره. یعنی حتی در قرآن نصفش نداره. توضیح آقای مکارم توضیح آقای مکارم آقای صدوقی در دنیا به عنوان یک روز در هفته الان تعطیل بودن این امری است که دیگه جا افتاده. یعنی اگر قرار باشد به صورت قضیه شرطیه اگر قرار باشد یک روز را در هفته تعطیل اعلام بکنیم این روز روز جمعه باشه. تعطیل هفتگی کشور میخواد بنویسید؟ معلومه این نمیخواد بنویسید؟ نه هست تعطیل هفتگی کشور هفتگی تعطیل هفتگی کشور تعطیل هفتگی کشور درسته. اشکال آقای ربانی وارده به نظر من دولتی زائده. تعطیل رسمی معناش اجبار افراد نیست هستن در دنیا و دولتی این اشکال رو داره که کارخانه ها رو خارج میکنه. تعطیل هفتگی کشور دولتی نمیخواد نمیاره آقای نمیاره رسمی تعطیل هفتگی بذار یه توضیح من بدم که اینو بدونن نمیشه. خیلی هم رای نمیده. این یک اصل علاهده است. درسته؟ بذاری تعطیل هفتگی است. تعطیل هفتگی کشور روز جمعه چون رسمی و فردا مریض خونه ها میگن آقا ما رسمی است کار نمی کنیم. اون یکی میگه رسمی است کار نمی کنیم. تعطیل هفتگی کشور اشکال نمیاره. یه چیزی تو خانم ولی رای آورد. تعطیل هفتگیش کنه. هفتگی آقا. بنده یک سوالی از آقای بنی‌صدر دارم. توی همه این تقویم ها تعطیل جمعه جزو تعطیل های رسمی به حساب میاد. ولی تا کنون توی بیمارستان کسی آمده بگه آقا یا تا کنون رفتن در مغازه کسی بگن چرا باز کردی؟ بله همین دولت رژیم سابق مدتی هم میفرستاد به زورم میبست. اون که به این اعتبار بله. اون به این اعتبار مدتی این کار کردن که آقا هم حمله کردن به رژیم سابق که چرا جمعه ها رو تعطیل میکنه. آقا هم در این زمینه معلومه دیگه
با تمام این اجازه بیدا با تمام این اجازه بفرمایید توجه بفرمایید هیچ جا معنیش این نیست تعطیل رسمی هیچ جای دنیا که اجباری باشه اجبار درش نیست برای که همون دولت هم میتونن یه روز جمعه کار کنن اجازه بفرمایید هیچ جا در هیچ قانون و مسئله این هست که حتی در قانون کار فرض که جمعه تعطیل رسمی شد فقط دو برابر حقوق میگیرن یا مقدار زیادتر حقوق میگیرن این که هست به جزء تعطیلاتشونه اما کسی وادار نمی‌کنن که تعطیل بکنه و اینم این مفهومش نیست.